عزیزا سلام، به چنل گلوبال کیچن خوش آمدین. امیدوار هستم خسته نباشین. دوست عزیز، امروز تصمیم گرفتم برتان یک نوع کباب از ران مرغ آماده بسازم. البته این کباب با کباب های دیگر متفاوت است. عزیزا، همیشه ما شما کباب خوردیم، کباب اگه به شکل سیخی بوده یا سرخ کرده در روغن و هم یا هم به شکل داشی، همیش یک سختی خود داشته می باشه. اما امروز من کباب آماده می سازم که راز نرم بودن و خوشمزه بودنش را برتان یاد می دهم. امیدوار هستم تا آخر ما را همراهی کنین و طرز پختن کباب خوشمزه را یاد بگیرین. عزیزا، من 2 عدد ران مرغ گرفتم، تمام قسمتاش را تست کردک شک کردیم و به خاطر اخته کردنش یک قاشق تخم گشنیز، یک قاشق مصالحه مرغ، یک قاشق مرچ سبز، یک قاشق پاپریکا، به مقدار ضرورت نمک و یک کاسه ماست بالایش ریختم و حال تمام قسمت های گوشت توسط مواد خوب آغشته می سازم. عزیزا، غذای امروزی را من به خاطر 2 نفر آماده می سازم. اگر غذای فامیل شما زیاد بود، مواد لازمه کبابتان را می تانین بیشتر بسازین. گوشت با تمام مسئله جا خوب مخلوط می سازیم. بعدا گوشت به مدت 2 ساعت داخل یخچال می گذارم دوستا تا گوشت ذائقه و مزه مسئله جات به خود بگیره و خوبتر اخته شده. دوستا، گوشت کاملا با مواد آغشته شد. تا حالا در وقتش رسیده است سرش پلاستیک پوش کنیم و به مدت 2 ساعت داخل یخچال بگذاریم. عزیزا، امیدوار هستم ویدیو را تا آخر ببینین و راز نرمی کباب را بفهمین که چگونه یک کباب نرم و خوشمزه آماده ساخته میتونیم. دوستا، بعد از 2 ساعت گوشت از یخچال بیرون کردم. دیگه منتورم قبلا توسط روغن چرب کردیم. گوشتایی که اخته شده بود داخل دیگه منتو میگذارم. بعد دیگه بالای آب میگذاریم دوستا. البته آبی که گذاشتیم و قبلا جوش شده میگذاریم و به مدت 1 ساعت میمانیم تا بخار آب بگیره و توسط بخار آب نرم شود. دوستا، تفاوت کباب امروزی با کباب های دیگر در این قسمت است. میبینین دوستا، آب به جوش آمده ولی دیگ منتور بالای دیگ دیگر میگذارم و میمانم به مدت 1 ساعت تا با بخار آب خوب نرم شود. عزیزا، امیدوار هستم از این کباب متفاوت در خانه تان آماده بسازین و با فامیل محترم تان نوش جان کنین. در ضمن سابسکرایب چنل ما، لایک و کامنت هم فراموش تا نشه. دوستا، بعد از 1 ساعت میبینین گوشت کاملا نرم شده. حال از دیگ منتو بیرون میسازیم و به خاطر خوشمزه شدن بیشتر کباب
به مدت 5 یا 10 دقیقه داخل روغن سرخ می سازیم. ما داخل دیگ روغن ریختیم و گذاشتیم گرم آمده. حال کباب داخل روغن می مانم و به مدت 10 دقیقه پشت روی می کنم تا تمام اطرافش روغنی شود. قبلا کاملا پخته شده، حالا به خاطر خوش ذائقه شدنش و بیشتر مزه دار شدنش داخل روغن به مدت 5 یا 10 دقیقه می گذارم. بعد از روغن بیرون می کنم. البته داخل روغن اصلا سخت نمیشه، هنوز ذائقه خود بیشتر می سازه. عزیزا، کباب کم کم آماده شده میره. امیدوار هستم یه غذای خوشمزه را شما هم به خاطر افطارتان آماده بسازین و نوش جان کنین. من هم کباب از روغن بیرون میسازم، همه قد کفایت میکنه، کاملا آماده شده، پخته شده. تشکر شما که ما را تا آخر همراهی کردین. با امید همکاری های بیشترتان افطار خوش داشته باشین. تا عبادتتان قبول درگاه الهی.